یکی از بزرگترین نمادهای جاذبه جنسی همه ادوار، هنرپیشه، مدل و فوق ستاره مطلعه جذاب سینما، مرلین مونرو بود. او همیشه به خاطر زیباییش و همچنین داستانهای عبرت آموز برای هنرپیشگان زن جوان در یادها خواهد ماند. مادرش با مرد بدرفتار محسنی ازدواج کرد که سرانجام نیز از او جدا شد. او در یکم ژوئن سال 1926 در لس آنجلس کالیفرنیا با نام نورما جین مورتنسون به دنیا آمد. مادر پس از فروپاشی روانی به شیزوفرنی مبتلا شد و باقی زندگی خود را در رفت و آمد به بیمارستان‌ها سپری کرد. نورما جین به یتیمخانه سپرده شد که در آنجا آزار جنسی می‌دید. او احساس می‌کرد که با گریختن از جهان تیره و تارش به سالن‌های نمایش برود و فیلم تماشا کند و اینجا بود که تصمیم گرفت هنرپیشه شود. برای خلاصی از یتیمخانه زمانی که 16 سال داشت با مردی به نام جیمز دوهرتی ازدواج کرد. او ترک تحصیل کرد و خانه نشین شد. در حالی که دوهرتی در زمان جنگ جهانی دوم به ناوگان بازرگانی نیروی دریایی پیوست و در سال 1944 رهسپاره اقیانوس آرام شد. نورما جین در این میان با عکاس و کارگردانانی ملاقات کرد و به کار مدلینگ برای مجلات مشغول شد. او موهای تیره مجعدش را رنگ طلای روشن کرد و با 33 عکس جلد مجله در مدت زمانی کوتاه برخلاف میل همسرش یکی از سخت کوش‌ترین مدل‌های دفتر شد. آنها در سال 1946 از هم جدا شدند. او نام خود را از نورما جین باکر به مرلین مونرو تغییر داد و قراردادی با استدیوی قرن 20 شرکت فاکس امضا کرد. در آنجا بود که در کلاس‌های خوانندگی، رقص و بازیگری آموزش دید. او در سال 1949 بی پول بود، بنابراین در عکس‌های اوریان برای تقویم عکاسی ظاهر شد. حدود سال 1950 حرفه او به عنوان هنرپیشه شروع شد و رشد کرد. دو فیلم سینمایی به نام جنگل آسفالت که در پی آن نامه‌های زیادی از طرف طرفدارانش به سوی او روانه شد و فیلم همه چیز درباره ایوو که به امضای قرارداد دیگری با فاکس منجر شد. فیلم آقایان مطلعه‌ها را ترجیح می‌دهند با موفقیت زیادی روبرو شد. در سال 1954 با جو دیماجیو ازدواج کرد که ازدواج آنها عمری کوتاه داشت. او در سال 1956 با شوهر سومش آرتور میلر معروف ازدواج کرد. او کم کم از در کانون توجه بودن به تنگ آمد و در سال 1959 همراه با جک لیمون دچار اووردوزی اتفاقی شد. او پیش از جداییش از آرتور میلر در سال 1961 یک فیلم دیگر نیز بازی کرد. او به خاطر ناخوشی‌هایش شروع به از دست دادن فرصت‌های نقش‌آفرینی کرد. در سال 1962 برای رئیس جمهور جان اف کندی آواز تولدت مبارک را خواند. شایعه شده بود که او با برادرش بابی و اعضای مافیا رابطه دارد. در نتیجه او منزوی شد و خودش را از مطبوعات پنهان کرد. پس از انبوهی از مشکلات روانی، مالی و حقوقی، پیکر بیجان او در 4 اوت 1964 در اثر اووردوز قرص خواب پیدا شد. همواره احتمال توطئه در رابطه با مرگش به علت شناخت افراد با نفوذ وجود داشته است. در سال 1962 مرگ او خودکشی احتمالی تشخیص داده شد. مرلین مونرو در هنگام مرگ 36 ساله بود.